سلام، به نایتس آف گاتهام خوش اومدید. امروز در خدمتتون هستیم با آموزش ساخت مراحل جدید برای کتی سن اندرس با استفاده از ماده تیون. برای شروع روی استارت گیم و نیو گیم میزنیم و دیزاین یور اون میشن رو انتخاب میکنیم. خب، محیط ساخت مرحله برای ما باز میشه. تو این محیط ما میتونیم با استفاده از ابزاری که این ماده در اختیارمون قرار میده مراحل مختلفی رو با جزئیات خیلی بالا بسازیم. روی دکمه وای روی کیبورد کلیک میکنم. اینجا منو برای ما باز میشه که چندین گزینه داره که تک تک اونها رو برای شما توضیح خواهم داد. گزینه میشن منو که داخل اون میتونید مرحله ای که ساختید رو سیف کنید، بازی کنید یا یه مرحله رو لود کنید و گزینه‌ای که در مورد مرحله هستن. گزینه استوری لاین منو که کاری باهاش نداریم. گزینه سیتینگز، پلیر، ابجکتیوز، اکتورز، کارز، پیکاپس، Objects and Effects و Tools. وقتی مرحله رو میسازیم ما آیتم ها و چیزهای مختلفی رو توی مرحله جا میدیم. آیتم های نظیر پلیر که خود شخصی که بازی میکنه هست، اشخاص دیگه که توی این مرحله حضور دارن یا هم اکتور ها، ماشین، پیکاپس ها و بقیه گزینه ها. بخش پلیر یعنی همین شخصی که ما به عنوان اون این مرحله رو رد میکنیم. اول از همه میریم اون جایی که میخواییم مرحله شروع شه برایم. بعد روی پلیر میزنیم. حالا به ما میگه که اون اکتوری که میخوای به عنوان پلیر بازی کنی دوست داری کی باشه؟ با وای و ان از بین تمام کاراکترهای بازی یکی رو انتخاب میکنیم. وقتی انتخاب کردیم روی اسپیس میزنیم. حالا از ما میخواد سلاحی که هنگام شروع مرحله این شخصیت در دست داره رو با کلیدهای وای و ان انتخاب کن. ما این رو انتخاب میکنیم و روی اسپیس میزنیم. حالا تعداد گلوله های این سلاح رو باید وارد کنیم. وقتی که وارد کردیم روی انتر میزنیم. الان از ما اینجا میخواد که میزان سلامتی که این پلیر در طول این مرحله داره رو انتخاب کنیم که میتونه از بین 25 تا 200 باشه. ما روی 200 میزنیم و روی ریدی کلیک میکنیم. حالا کاراکتر ما آماده شروع مرحله هست. میریم سراغ گزینه های بعدی. گزینه Objectives یه جورایی بخش‌های مرحله رو برای ما میتونه بسازه که این بخش‌ها میتونه یک چکپوینت باشه. چکپوینت همون مکانی که میریم و یه مرحله شروع یا تموم میشه. میتونه یک ماشین باشه. مثلا توی بعضی از مراحل حتما دیدید که برای انجام دادن یک کار باید سوار یک ماشین بشید و یک ماشین رو نابود کنید. میتونه یک اکتور باشه که توی خیلی از مراحل بازی دیدید حتما که برای تموم شدن اون مرحله باید یک شخص یا چند شخص رو بکشید. میتونه یک پیکاپ باشه که مثلا
برای ادامه دادن یه مرحله یا تموم شدن یه مرحله باید یه چیزی رو بردارید، مثلا یک سلاح یا یک هر چیزی بردارید تا مرحله به قسمت های بعدی بره یا اینکه تموم بشه، که اینا رو توضیح خواهیم داد. میتونه آبجکت باشه که مثلا برای رد شدن این مرحله به یک شیء خاص آسیب بزنیم یا یک شیء رو لمس کنیم یا هر کار دیگه ای. میتونه توی این قسمت رو در موردش توضیح نمیدیم، میتونه توی این قسمت مثلا کاتسین باشه. دیدید که وقتی یه مرحله رو میخواید رد کنید کاتسین های مختلفی روی اون میاد، و اینکه میتونیم توی این قسمت شمارش معکوس، تایم اوت، آب و هوا، زمان و خیلی چیزهای دیگر رو تنظیم کنیم که در ادامه بیشتر در مورد این بخش توضیح خواهیم داد. قسمت اکتورز به ما این امکان رو میده که شخصیت های مختلفی رو به عنوان دوست یا دشمن اضافه کنیم که نقش خاصی توی بازی ایفا نمی کنن، یعنی که بمیرن چه زنده بمونن فرق برای ما نخواهد کرد. روی اد اکتور میزنیم، یک شخصیت رو انتخاب میکنیم، روی اسپیس میزنیم، سلاحی که در دست خواهد داشت رو انتخاب میکنیم و روی اسپیس میزنیم. میزان گلوله های اون سلاح رو وارد میکنیم و روی اینتر میزنیم. حالا اون انیمیشنی که این اکتور خواهد داشت رو باید وارد کنیم. انیمیشن های زیادی هست، مثلا انیمیشن صحبت کردن و انیمیشن خاص مختلفی داره که میتونید در کدوم رو انتخاب کنید، ولی یه سری انیمیشن ها هستن که کاربردهای خاصی دارن. مثلا اینجا انیمیشن راه رفتن، وقتی این انیمیشن رو انتخاب میکنید این شخصیت در طول مرحله یه مسیری که شما تعیین خواهید کرد رو راه خواهد رفت. مسیر رو چجوری تعیین میکنید؟ این بالا به ما گفته روی N بزنید تا یک نقطه توی اون مسیر بتونید تعیین کنید. ما اینجا حرکت میکنیم و روی N میزنیم، یکی از 64 تا نقطه ممکن رو تعیین کردیم. یعنی این اکتور موقع شروع مرحله از اون نقطه به این نقطه خواهد اومد، از اینجا به اینجا، و خواهد ایستاد. اگر روی L بزنیم این دو نقطه مثل یک لوب عمل میکنه و در طول مرحله این اکتور در بین این دو نقطه در حال رفت آمد خواهد بود، و اگر روی Y بزنیم فقط همین مسیر رو طی میکنه، اینجا Y میسته. میتونیم با زدن نقطه ها و نقطه های بیشتری رو تعیین کنیم و مسیر طولانی تری بسازیم. حالا ما تا اینجا مسیر رو تعیین میکنیم و اون رو برمیگردونیم به اینجا. بهتره که وقتی میخواید نقطه آخر رو تعیین کنید ثابت و بدون حرکت باشید و روی N بزنید، نقطه که تعیین شد بدون هیچ حرکت خاصی روی Y یا L بزنید، چون در غیر این صورت ممکنه دچار باگ بشه و اکتور از مسیر خارج شه. حالا مرحله بعدی تعیین کردن ویژگی‌های اکتور است. سلامتی اون که از 100 تا 2500 متغیره، گنگ یا همون گروه اون که میتونه یک شخص خونسا باشه، میتونه دوست باشه، میتونه دشمن یک یا دشمن دو باشه، و به عنوان یک شخص خونسا تعیینش میکنه.
مهارت اون که بین 10 تا 100 متغیره، هر چی مهارتش بیشتر باشه این اکتور تواناییش در کشتن یا ضربه زدن به حریف بیشتر خواهد. ما روی 50 میزنیمش. گزینه هدشات که اگر روشن باشه اکتور با شلیک به سرش خواهد مرد، و اما اگر خاموش باشه با شلیک به سرش اتفاقی نخواهد افتاد. Must survive. اگر این گزینه روشن باشه این اکتور باید در طول مرحله زنده بمونه و اگر بمیره ما مرحله رو خواهیم باخت. و در نهایت هلس بار. اگر این گزینه روشن باشه این گوشه سمت راست یک نوار تحت عنوان سلامتی این اکتور خواهیم دید. در نهایت همه اینا رو که تنظیم کردیم روی ردی میزن. حالا اگر ما بخوایم این مرحله رو پلی کنیم چون هیچ چک پوینتی نذاشتیم قابل رد کردن نخواهد بود. میام یک چک پوینت اینجا میذاریم. در ادامه بیشتر توضیح خواهم داد در مورد چک پوینت. روی وای میزنیم و مرحله رو پلی میکنیم تا ببینیم اکتور اون مسیر که ما تعیین کردیم رو حرکت میکنه یا نه. بله همینطور که میبینید داره این مسیر رو راه میره. اون گوشه نوار سلامتی اون رو زده. و همونطور که تنظیم کردیم یک شخص خونساست به ما حمله نمی کنه. هدشات هم نمیشه. و اینکه تا مسیر رو میره و برمیگرده. خب این از بخش اکتورها داخل این مات. البته ویژگی‌های دیگه هم میتونیم به اکتور اضافه کنیم که حالا توضیح میدیم. مثلا اگر ما بیایم روی ادیت اکتور بزنیم و انیمیشن اون رو تغییر بدیم میبینیم اینجا انیمیشن ران اضافه شده. یعنی همین مسیری که تعیین کردیم رو اکتور به جای راه رفتن میدوه. این انیمیشن رو وقتی انتخاب کنیم اکتور سوار نزدیکترین ماشین میشه و بعدش میتونیم یه مسیری رو به عنوان مسیر حرکتی اون انتخاب کنیم. وقتی اینو انتخاب کنیم اکتور ما از نزدیکترین ماشین پیاده میشه که برای مرحله‌های تعقیب و گریز میتونه کاربردی باشه. و بقیه انیمیشن ها که با توجه به نیازتون میتونید ازشون استفاده کنید. برای اینکه ویدیو طولانی تر نشه بقیه بخش های این مود رو توی قسمت های بعد توضیح خواهیم داد. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.